سرخط مهمترین خبرها، یک تالار ورزشی در حصار به کام آتش رفته است. پوتین درباره پدر زلنسکی دروغ گفت یا اشتباه کرد. و معرکه جستجو یک دخترچه بیدرک شده در شهر خوجند. درود بینندگان عزیز، به هفته نوتان به خیر و شادی باشد. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 12 فوریه است. یک تالار ورزشی در شهر حصار به کام آتش رفته است. وزارت کارهای داخلی گفت حادثه 11 فوریه در تالار ورزشی ارشد رخ داد. به قبل منبع، علنگه آتش در حال و بالاپوش بینای تالار ورزشی را در مساحت 755 متر مربع فرا گرفت. مقامات گفتند 2 ساعت بعد از حادثه آتش را خاموش کردند و حجم ضرر معین کرده می شود. فرضیه مقامات این است که سوختار بر اثر استفاده نادرست پیچ گرمابه یا حمام رخ داده است. جزئیات بیشتر حادثه در دست نیست. سخنهای ولادیمیر پوتین درباره پدر ولادیمیر زلنسکی بحث برانگیز شده است. پوتین در مصاحبه که روز 8 فوریه پخش شد گفت پدر ولادیمیر زلنسکی در جنگ دوم جهان علیه فاشیسم جنگیده است. اما بر اساس معلومات رسمی، الکساندر زلنسکی پدر ولادیمیر زلنسکی سال 1947 تولد شده است، یعنی 2 سال پس از ختم جنگ دوم جهانی. رسانه ها نوشتند بابای پرزیدنت فعلی اوکراین در جنگ دوم جهان جنگیده بود، نه پدرش. مصاحبه پوتین با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار و شورا سیاسی آمریکا 2 ساعت ادامه داشت. این مصاحبه نخستین ولادیمیر پوتین با یک خبرنگار آمریکایی از زمان حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 است. پرزیدنت روسیه در این مصاحبه بحث برانگیز گفت مسکو برای منفعت‌های خود تا آخر مبارزه خواهد برد، اما مایل نیست که دامنه جنگ را در اوکراین به کشورهای دیگر به مثل لهستان و لاتوی گسترش دهد. ولادیمیر پوتین در این مصاحبه بار دیگر ادعا کرد که غرب اوکراین را به ناتو جلب کرده است و از این نگاه کیف برای مسکو تهدید به شمار می رود، ادعایی که پیمان نظامی به اساس نامیده است. تاکر کارلسون برای مصاحبه با پوتین مورد انتقاد قرار گرفت. کشورهای همسایه اسرائیل و کلیدی در گفتگوهای میان حماس و اسرائیل از پیامدهای فلاکتبار حمله به جنوب شهر نزد مرزی غزه رفح هشدار داده، از اسرائیل خواستند در این مکان عملیات نظامی انجام ندهد. صدها هزار فلسطینی در این مکان پناهنده شدند و اینجا شهرکی از خیمه های پناهندگان بنیاد شده است. اسرائیل ادعا دارد که رهبران حماس در این مکان پنهان شدند. روز 10 فوریه اسرائیل حمله های هوایی را به شهر سر اهالی رفح سر کرد. هرچند بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته بود از نظامیان خواسته است قبل از حمله به منطقه صدها هزار نفر را به جای امن‌تر کوچ دهند، اما بنا به خبرها در حمله های اخیر ده ها فلسطینی از جمله چندین کودک کشته شدند. بیش از نصف اهالی 2.3 میلیون غزه در رفح پناهنده شدند، اکثرا پس از حمله اسرائیل به غزه و دستور اسرائیل به اینجا کوچیدند. این آخرین پناهگاه آنها در مرز غزه با مصر است و مردم دیگر جای امنی برای رفتن ندارند. مقامات مصر، قطر و عربستان سعودی از فلاکت جبران ناپذیر در رفح نگرانی کردند. از جمله مصر هشدار داده است که در صورت حمله اسرائیل به شهر رفح، سازشنامه صلح با اسرائیل را بازبینی میکند. فاطمه امیری و خانواده‌اش 2 سال پیش از افغانستان به پاکستان فرار کردند، چون طالبان به او و خواهرانش اجازه نمیدادند که به مکتب بروند و سواد بگیرند. اما در پاکستان هم اقبال فاطمه بلندی نکرد، چون در اینجا هم امکان رفتن به مکتب را ندارند. گزارش همکاران ما از صدای آمریکا را طاهر سفر تقدیم میکند. فاطمه امیری سال 2021 مکتب میانه را ختم میکرد که طالبان حکومت را گرفتند و به او و همسالانش اجازه ندادند به مکتب بروند. فاطمه چند ماه بعد همراه پدر و مادر و 7 خواهر و برادرش به پاکستان گریخت. در محله برکه در کنار اسلام آباد زندگی میکنند. فاطمه میگوید من تحصیل در افغانستان بس نبود که اینجا در پاکستان هم آنها را به مکتب راه نمیدهند. که در پاکستان این به سرنوشتی مثلا سرنوشتی ما معلوم نیستم. من خودم میخواستم که دکتر شوم، آرزوی پدر مادر من بود، آرزوی خودم هم. ولی همینجی کلگیش فراموش کردیم. بجای رفتن به مکتب فاطمه دو زندگی میکند تا به آیله در پرداخت حق اجاره و خریدی نان و آب کمک رساند. بعدی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گفته سازمان ملل 700 هزار افغان وطن خیش را ناچار ترک کردند. زنان افغان هم با امر طالبان تندرو از حق تحصیل در مکتب های میانه و عالی محروم شدند.
پدری فاطمه امیری میگوید نداشتن سند پناهندگی تحصیل بچه هایش در مکتب های پاکستان را ناممکن کرده است. پلیس دیگه پلیس ها نگیره دیگه نمی نسیار در مدت دو سال که هست فقط نمی توکنه به ما داده دیگه خلاص دیگه هیچ کدام کاری دما نکرده دیگه ما هیچ کاری نمیتونیم بیرون رفته نمیتونیم گشته نمیتونیم دیگه حتی یک خانه برای خود گرفته نمیتونیم خانه به ما نمیتونه یعنی اینجا بسیار یک جای دوردستی هستیم که از همه چی دور هستیم نه بازار نه شفاخانه نه هیچی نیه دیگه این خانه هم برق نداره. نگرانیش بی اساس نیست. دولتی پاکستان از ماه نوامبر سال 2023 صدها هزار پناهجوی بی سند را به افغانستان بازپس فرستاد. مادر فاطمه میگوید او نه تنها از احتمال اخراج بلکه از آینده کودکانش هم نگران است. نه یالی جای سید دارد، نه درس و خوراک سید دارد، نه درس دارد، نه خوراک سید، نه درس که یالی نمی مشکلات داره که من دنیزی ها خیلی نگرانم که آینده زیاد چرا خم شد، یعنی تاریخ داری بدبخت، یعنی سردرگون مانده دیگه. فاطمه میگوید بیشتر از آینده خواهر و برادرانش تشویش دارد که دو سال باز درس نخوندند. خواهرام بیادرم کلگیش خورد هستن اینم یال باید درس بخونن ولی دیگه جایی هستیم که خیلی دور هستیم چون دو طرف خانه گرفتن نمیتونیم اسناد نداریم از خود بخیم سرنوشت ما سیاست فلان هیچ نمیفهمم که چی خواهد شد از خودم که در زیادتر نگران بیادرهای مستم کنم چی خواهد شدن خورد خورد هستن خواهرام کلگیش تنها امیدی فاطمه امیری رفتن به یگان کشور دیگر است که آنجا کودکان امکان تحصیل را داشته باشند. مقامات و فعالان شهر خوجند 5 روز است که دخترچه 9 ساله را جستجو دارند. به گفته والدانش صفیه خان رحمت و خواننده صنف 3 گیمنازیه 1 شهر خوجند روز 7 فوریه بیدرک شد. از روی کامیره‌های نظارتی صفیه خان را باری اخیر در ساحل دریای سیر در نزدیکی باغ کمال خوجندی دیدند. یک احتمال این است که این نوروز غرق شده است و 7 غواص کمیته حالات فوق‌العاده او را از دریا جستجو دارند. گروه از فعالان شهر خوجند روز شنبه 10 فوریه به جستجوی صفیه خان رحمت و برآمدن اما این تلاش ها تا کنون بی نتیجه بوده است. بینندگانی عزیز اگر مبادا شما درباره این نوروز معلوماتی دارید لطفا در زیر برنامه نویسید یا به پلیس محلی زیستتان خبر دهید. شرکت برشنای افغانستان که زیر نظارت گروه طالبان است 10 میلیون دلار قرض جمع شده را از استفاده نیروی برق به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و ایران پرداخته است. در این باره سامانه 8 صبح خبر داد. حکمت الله میوندی نماینده برشنا گفته است با همین قرض آنها در نزد 4 کشور پره تمام شد. مقامات تاجیکستان درباره پره پرداخته شدن قرض برق از طرف طالبان چیزی نگفتند. آنها در اول سال 2022 از آن شکایت داشتند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان نمیتوانند پول برق را از افغانستان دریافت کنند. آن زمان قرض شرکت برشنا از تاجیکستان بیش از 30 میلیون دلار حساب شده بود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 فوریه را فرا میگیرد. دوازدهم فوریه سال 1955 شورای وزیران SSSR قرار تأسیس پایگاه کیهانی بایکانور را در خاک قزاقستان قبول کرد. این پایگاه مهمترین مکان برای آزمایش های کیهانی اتحاد شوروی، پرتاب موشک های بین قاروی بولدار و مهگورایی و هم مکان نخستین پرواز انسان به کیهان در سال 1961 گردید. بعدی پاشخوری شوروی هم بایکانور چون یکی از مرکزهای آموزشی کیهان نقش مهم میبازد روسیه بخشی از آن را با اجاره گرفته است. 12 فوریه سال 1990 در پی آوازه های بی اساس از سرپناه دادن دوشنبه به گریزه های ارمنی در مرکز دوشنبه نمایش های اعتراضی برپا شد که به زودی به بی نظمی و برخورد با نیروی قدرتی تبدیل شد. دوام 5 روزی این بی نظمی ها 26 کس کشته شد و این حادثه ها را عملا چون مرحله اول جنگ برادرکش ارزیابی می کنند. برخی تاریخ نگاران می گویند حادثه های بهمن ماه سال 1990 یک اغوای تشکیل شده KGB شوروی بود که علیه نیروهای استقلال خواه و مخالف حکومت وقت روانه شد.
12 فوریه سال 1960 نویسنده عزیزی عزیز تولد شده است که تمام ایجادیاتش را برای کودکان تاجیک بخشیده است. مؤلف ده ها اثر از جمله خندانه، قصه پیرمرد تاجیک و سرلشکری مغول، بهار آمد، سال 2022 با جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی قدردانی شده است. او گفته است ادبیات بچگان تاجیک از زمانه عقب مانده است. بچه ها امروز با تکنیک و تجهیزات سر و کار می گیرند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 119 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیده. ممنون از همراهیتان. تا آخر برنامه روزی خوشی داشته باشید.